و دوم بهمن 57 دیکتاتوری سلطنتی زیر ضربات سنگین مردم و مسلح سقوط کرد اما به جای مردم و نیروهای انقلابی این آخوندهای مرتجه بودند که با دجالگری و سوء استفاده از ضربات سنگینی که نیروهای انقلابی و کادر رهبریشان از شیاه و ساواکش خورده بودند حکومت را قبض کردند در حالی که شاه حتی یک حزب یا شخصیت ملی و مردمی را آزاد نگذاشته بود زمین ساز ظهور ارتجاع آخوندی شده بود در دمان شاه هم اگر مبارزات مسلحانه انقلابی فرصت پیدا می کرد یعنی بهش فرصت داده می شد به یک بلوغی برسه در حد یک ارتش رهایی بخش ملی و مردمی این خمینی دجال اصلا و هرگز نمی تونست اونطوری به پر روی موج انقلاب ضد سلطنتی اونطوری سوار بشه رهبرش رو به سرقت ببره و بعد شروع کنه به قلع و غم مردم ارتجا و استعمار در تمامی تاریخ معاصر ایران به شدت مراقب بودند که جنبش های اجتماعی مردم ایران به تشکیل یک ارتش آزادی بخش ملی و مردمی بالغ نشود. مصدق کبیر هم در واپسین سالهای عمرش به این کمبود جنبش های اجتماعی ایران اشاره کرده و آرزوی رفع این کمبود را کرده بود. مردم ایران هم اگر علاقه به وطن دارند باید از همین راه راه مجاهدان الجزایری بروند. باری، حرف زیاد است و مستمع کم. چه می شود کرد؟ بلکه خدا بخواهد که این نقیصه در ما رفت شود و ما هم بتوانیم بگوییم مملکت و وطنی داریم و در راه آزادی و استقلال آن از همه چیز می‌گذریم. توی انقلاب سال 57 من یک دانش آموز 15 16 ساله بودم که توی دبیرستان دکتر نصیری تو جنوب غرب تهران با دوستانم اونجا با بچه ها می رفتیم برای تظاهرات ضد رژیم شاه از دو هفته بعد از سقوط دولت بازرگان اوایل آذر 58 بود که سازمان مجاهدین تأسیس میلیشیا رو اعلام کرد و من و دوستانم بلا فاصله رفتیم و عضو میلیشیا شدیم در جریان انقلاب 57 دانش آموز دبیرستان مجلسی در جنوب تهران بودم بعد از رفتن شاه بود که خمینی اومد امی... که من دیگه اون موقع هوادار سازمان مجاهدین شده بودم در اوایل روی کار اومدن خمینی باز هم می دیدم که آخوندها مثل شاه مردم رو سرکوب می اون موقع من دانش آموز دبیرستان دکتر روشیار تو قرب تهران بودم همون موقعی هم که ما رفتیم شدیم میلیشیا مثل روز برای خودمون روشن بود که از حالا به بعد بایستی در کنار زندگی و کار و تحصیلمون نیمی از وقتمون رو صرف مبارزه سیاسی با ارتجایی بکنیم که اولین حرفش شماغداری و شاقوه چماغداری بود دجالگری مذهبی بود انحصار طلبی سیاسی هم بود اما به زودی روشن شد که آخوندها اهل مبارزه سیاسی مسالمت نیستند نیستن و باید در دراز مدت یه به فکر یه کاری بود اما دیگه چی کار میشه کرد و نمیدونستم من اون موقع دانش آموز دبیرستان نوربخش تو شرق تهران بودم توی اون حال و هوا همه گروه ها و احزاب رفته بودن دنبال تشکیل حزب بعد یه مرتبه دیدیم مجاهدین میگن میلیشیا میلیشیا هسته ارتش خلق در همین جهت بود که از همون اولین سال حکومت خمینی سازمان مجاهدین خلق ایران به تشکیل و سازماندهی میلیشیای مردمی پرداخت آخه ما مجاهدین از روز اول هم به روش حزب بازی و حزب که مد نظر خیلی از گروه های سیاسی اون روز بود اعتقاد و اعتماد نداشتیم خطر ارتجاع خمینی رو به عین جلو رومون می دیدیم و میدونستیم به طور نسبی که چی در پیشه کما اینکه خمینی هم حریفش رو خوب شناخته بود مگر نیست که از روز اول شروع کرده بود به سازمان دادن این دسته های چماقدار و پاسدار در طرف مقابل ما هم نمی باید به وظیفه‌ای که مردم بر دوشمون گذاشته بودند پشت میکردیم میلیشای مردمی با همه افتخارات تاریخیش با همه پاکبازی های فراموشی ناپذیرش محصول اون ایام بود در فضای باز سیاسی اون روزها انواع و اقسام گروه ها و دستجاد و احزاب مثل قارش از زمین سبز شدن و ادعاهای بزرگی هم داشتند بعضیاشون حتی ادعای بزرگی هم نداشتند اما کارشون فقط ایراد گرفتن به این گروه و اون گروه بود بعضی‌هاشون هم که کارشون فقط ایراد گرفتن و نقد مجاهدین بود و ای کاش که فقط نقد میکردن مجاهدین رو یا ایراد میگرفتن بعضا شایعات و ابهاماتی رو میپراکندن که ها رو دلسرد و متلاشی کنن تا بلکه بتونن به خودشون جذب کنن مثل اینکه مثلا میگفتن تو سازمان مجاهدین انشعاب شده در چنین شرایطی ما تنها یک شاخص داشتیم و اون شاخصمون هم خود برادر مسعود بود ما هر روز صبح به دفتر مجاهدین مراجعه میکردیم نشریه و اطلاعیه سازمان رو میگرفتیم اگر هم سوالی داشتیم میکردیم بعدها که انجمنهای هوادار مجاهدین تشکیل شد من به انجمن جنوب تهران که نزدیکمون بود میرفتم هر روز صبح میرفتیم اونجا و کارهایی رو که بعد اون روز انجام میدادیم و سوال میکردیم از نظر سیاسی سرمقاله نشری مجاهد تو اون زمان حرف اصلی سازمان برای ما بود و در واقع راهنمای عمل ما بود و ما درستی خط و خطوط سازمان رو از روی اون تشخیص میدادیم ما تو اون زمان یه چیزی رو خیلی خوب یاد گرفته بودیم و اونم این که به حرف و عمل افراد و سازمان ها نگاه کنیم تا ادعاهاشون ما حتی سازمان خودمون رو هم با این دید نگاه میکردیم به همین دلیل بود که روز به روز اعتقاد و ایمانمون به سازمان بیشتر می شود. من مثل خیلی از جوونا تو انقلاب سال 57 تازه سیاسی شده بودم راستش اولش اصلا تفاوت بین خیلی از گروه ها و احزاب مختلف و اصلا نمی فهمیدم. خیلی کتاب می خوندم از جمله دفاعیات مهدی رضایی های فاطمه امینی اینطوری کم کم جذب مجاهدین شدم حالا چیه مجاهدین منو جذب کرد؟ اینکه همه چیزشون رو به خاطر آزادی مردمشون فدا میکنن من و دوستانم همگی با خوندن کتاب های سازمان دفاعیات مجاهدین زندگی نامه شهده سازمان هوادار شدیم کار به این ترتیب شروع کردیم در ادامه رفتیم جلسات مجاهدین پای سخنرانی های بردر مسعود و همچنین سخنرانی های سردار موسا بعد از اینجا ما برای اینکه فعالیتمون رو بیشتر بکنیم شروع کردیم به پخش اعلامیه سازمان فروش نشریه و همچنین برگزاری میز کتاب تو مدرسه که بودیم توش در جهت افشای سیاست های در واقع خائنانه رژیم خمینی که تازه سر کار اومده بود بعد از مدتی همراه با همون دوستانمون تصمیم گرفتیم که فعالیتمون رو جنبه رسمی بدیم بیشتر بکنیم به همین خاطر همگی با هم رفتیم انجمن دانشجویان هوادار مجاهدین تو دانشگاه تهران و گفتیم ما اومدیم فعالیت بیشتری بکنیم بعد از پیروزی انقلاب تعدادی از خواهران از طرف سازمان مجاهدین به دبیرستان ما مراجعه کردند و از ما خواستن که وارد فعالیت های اجتماعی و سیاسی بشیم همچنین از ما درخواست کردند که در دبیرستان نمایشگاه داشته باشیم میز کتاب داشته باشیم و از همونجا تیم های ما شکل گره و وارد فعالیت های سیاسی و اجتماعی شدیم. سازمان مجاهدین یه دفتر مرکزی در تهران داشت به نام جنبش ملی مجاهدین. من و دوستم به اونجا مراجعه کردیم و گفتیم که میخوایم فعالیت کنیم. یه برادر مسئولی که ما رو تحویل گرفت ابتدا شرح مختصری راجع به شرایط اون روز داد که الان دشمن اصلی ما ارتجاعه و باید روی ارتجاع متمرکز بشیم و از آزادی ها دفاع کنیم بعدش یه مقداری اعلامیه هم به ما داد و یه مسیری رو هم مشخص کرد که بریم پخش بکنیم فعالیت ما به همین سادگی شروع شد که البته بعدا کارها و مسئولیت های بزرگتری به ما داده شد محل فعالیت ما در جنوب تهران بود مردمی که در اون مناطق بودن و یا همسایه هامون باور نداشتن که زن و فعالیت میتونن بکنن و برایشون این کار یه کمی سقیل بود ما با اونها صحبت میکردیم و توضیحات برشون میدادیم و اونها رو مجاب میکردیم و معمولا بعد از چند بار صحبت کردن کمککار ما میشدن و یا بعد از چند هفته میومدن و عضو انجامن میشدن واقعیت اینه که ایستادن جلوی این رژیم وحشی همیشه ترس و نگرانی داشت چون با رژیمی مواجه بودیم که روز به روز وحشی تر می شود. هر روز توی خیابونا با چوب و چماق و دشنه و سلاح گرم به جون هر کس که صدای مخالفی بلند میکرد کرد می افتادن. به خصوص به جون میلیشیاها چیزی که به من ولی در برابر این ترس قوت قلب می داد این بود که میدیدم بچه های خیلی کوچکتر از من جلوی چماقدارا به هر قیمت وای میستن. ما علاوه بر فعالیتها و تبلیغ سیاسی در کنار این کارمون فعالیتهای سنفی و تعاونی هم داشتیم. مثلا در کنار انجامنی که فعالیت میکردیم یه تعاونی سنفی باز کردیم که مایحتاج و اجناس ضروریه مردم کم درآمد رو تأمین می کردیم یا در مقطع شروع سال تحصیلی نوشت افزار و وسایل دانش آموزان فقیر رو در حد امکانات و توان انجمنمون تأمین می کردیم همین مناسبات رابطه عمیقی بین ما و مردم ایجاد کرده بود طوری که به صورت یک چتر حفاظتی برای ما عمل می کرد مثلا یه روزی که شماغدارا و هزبالایی ها میخواستن به انجمن ما حمله بکنن همین مردم به یاری انجمن اومدن و با دفاع از انجمن مانع این کار شدن مردم همین که میفهمیدن هوادار مجاهدین هستی یک احترام خاصی برات قائل بودن علا رقم سن کم ما ولی حرفمون رو میشنیدن قبول میکردن باورمون داشتن چون میدونستن که حرف حرف خودمون فرد خودمون نیست من یادم اون موقع انجمن ما توی شرق تهران زیر پل ستخندان توی خیابون روبروی یه هتلی بود که جنگ زده ها توش مستقر شده بودن یه دکه کتاب داشتیم که نشریه مجاهد و کتاب میفروختیم مردم اونجا به ما خیلی عادت کرده بودن اگه یه روز دیر میرفتیم سراغمونو میگرفتن دل تنگی میکردن خیلی وقتا به همون از طرف چماقدارا حمله شد اما همون مردم می آمدن و کمکمون میکردن. هوادار مجاهدین از روز اول هواداری براش روشن بود که روزهای سختی در پیش داره یادم من و مسئولم که اسمش سیاوش بود توی خیابون آذربایجان تهران بین قصر دشت و کارون اونجا قرار داشتیم که همونجا یه دفعه متوجه شدیم که این دسته های چماغدار معروف به حزب اللهی که چاقوکشایی در واقع بودن لومپن چاقوکشایی بودن اونجا برای دو تا از خواهرای هوادار که مشغول پخش اعلامی و فروش نشریه بودن نشریه مجاهد اونجا مزاحمت ایجاد کردن مسئولم سیاوش با دیدن این صحنه که چماغدارا برای خواهرانمون مزاحمت ایجاد کرده بودن به سمت اونا رفت تا مانع از ضرب و شتم خواهرها بشه منم به دنبال مسئولم رفتم که همونجا درگیری ایجاد شد اما اهالی محل و کسبه اومدم به کمکم میتونم بگم فاصله بین پیروزی انقلاب 57 تا سی خرداد سال 60 که به اون فاز سیاسی میگیم یکی از پیچیده ترین روزهای بعد از انقلاب بود چون هنوز نقاب دجالیت و مردم فریبی خمینی کنار نرفته بود که این خیلی پیچیده و بقرنج بود شما تصور کنید یعنی خودتون رو چند لحظه جای اون نوجوانا و جوانای میلیشیا تو اون روزا بذارید همشون برای آزادی برای اینکه یک آینده آزاد رو برای کشورشون بسازن به سمت مجاهدین اومده بودن حالا کار توضیحی و افشاگرانه روزمره روزمره مثلا ده ها هزار میلیشیا از دختر و پسر در سراسر ایران، تو هر شهر، محله، خیابون و کوچه ای بود که اون پیچیدگی و بغرنج بودن شرایط رو برای مردم ساده میکرد. البته هزینش هم میدادن، دستگیر میشدن، توی خیابون کتک میخوردن، کشته میشدن، اما کوتاه نمیامدن. میخواستیم نشریه بفروشیم اولش که کمی برام سخت بودش تا اون موقع زنانی که فعالیت سیاسی داشته باشند خیلی انگوشمار بود منظورم زنان مجاهد و فدای دوره شاه بود من هیچ تصویری از فعالیت سیاسی نداشتم اما کم کم, کم که وارد کار عملی شدم همچنین آموزش های سازمانی رو گرفتم از مبارزه و فعالیت های زنان شناخت پیدا کردم و تونستم خودم رو با شرایط منطبق کنم اون روزا ما به خودمون میگفتیم چریک نیمه وقت و در واقع فعالیت سیاسی مسالمت آمیز تو اون زمان و زیر حاکمیت آخوندها و پاسدارها به واقع از یک کار چریکی کم خطرتر و خونین تر نبود و به همون اندازه خطرناک و خونین بود چقدر بچه های ما رو موقع فروش نشریه کشتن با گلوله ترور کردند، با دشنه و چاقو زدن در اون شرایطی که ارتجاع خونریز خمینی حاکم بود حدیده ریشه سابقه و تاریخچه خودشو داره نمیشه ایران ما همینطوری صاحب یک ارتش برای آزادی و هزاران هزار کانون شورشی برای مردمش بشه بدون اون ریشه ها و بدون اون پله ها هیچ کاری نمیشه کرد خواهم یه مثال بزنم که فقط وقتی کار درست و ریشه دار باشه مندگار میشه من یادم اون روزی که رژه میلیشیا بود تو میدون توبخونه من چند دقیقه دیر به میدون توبخونه رسیدم ولی صحنه اون صفوفی که تشکیل شده بود و کل میدون و اطرافش رو پوشونده بود برام خیلی خیلی با شکوه بود مثلا فکرش رو بکنی هزاران هزار جوون پرشور توی صفح های منظم وایستاده بودن و منتظر فرمان حرکت بودن حالا با اینکه من خودم یکی از اون میلیشیاها بودم ولی هنوز اون صحنه و واکنش خودم رو یادمه بعد خودم رو سریع توی یکی از این صفها جا دادم و رژه شروع شد هیچ کس از ما نظام جمع و این حرکات رو بلد نبود حالا شاید تعداد کمی بلد بودن ولی این انگیزه و این عشق به آرمان آرمان آزادی باعث شده بود که در عرض چند دقیقه کوتاه همه با یه نظم خاصی همطور که فرمانده ی هر صف میگفت این رژه رو انجام بدیم بعد توی خیابون انقلاب که رسیدیم اونقدر روی سرمون مردم نقل پاشیده بودن که یه وقت من زیر پامو نگاه کردم دیدم زمین اصلا از نقل سفید شده بعد این صفوف میلیشیا اصلا تمومی نداشت بعدها همون یگان های میلیشیا شدن یگان ارتش آزادی بخش و حالا هم کانون شورشی امتداد همون هستن فضای باز سیاسی یا همون بهار زودگذر آزادی خیلی زود تموم شد اولش عباس اومانی و تو جنوب تهران شهید کردند. بعدش هر هفته خبر شهادت یکی از بچه ها می رسید که اونا چماغدارا یا پاسدارا اون رو ترور می کردن. هر روز که می شنیدم یک میلیشیایی که هم سن سال خودم بود تو این شهر یا تو اون استان کشور به ضرب چاقو و چماغ هزبولایی های چماغدار یا به ضرب گلوله پاسداران شهید میشه. به فکر می رفتم. تو خلبت خودم از خودم میپرسیدم این ظلم و ستم تا کی ادامه پیدا میکنه و آیا من میتونم این ظلم و ستم رو ببینم و به زندگی عادی خودم ادامه بدم آزادی های سیاسی مثل آزادی بیان، آزادی مطبوعات، آزادی پوشش و سایر آزادی ها هر روز توسط پاستار ها و عرازل و عباش خمینی ملعون از مردم گرفته میشد دیدن این فاکت ها عزم من رو جزتر می که تنها سازمان انقلابی همین سازمان مجاهدینه که هدفش برقراری حاکمیت مردمیه که دارای اصول انقلابیه و حاضر نیست به هیچ بهایی از اونها کوتاه بیادش اون اوائل که اختناق هنوز حاکم نشده بود و کمی فضای فعالیت سیاسی وجود داشت یکی از کارهای ثابت ما فروش نشریه بود که ابتدا به صورت تیمهای دو نفره عمل می کردیم ولی بعد که اختناق حاکم شد تیمها رو سه نفره کردیم و روش کارمون هم اینطوری بود نشریه رو از رابطمون سر یک قرار خیابونی و یا در یک محل مشخص تحویل می گرفتیم خودمون هم بین خودمون تقسیم کار مشخصی داشتیم از ما سه نفر یکی انباردار بود که دورتر وای میستاد و نشریه ها رو آماده میکرد تا میزد آماده میکرد یک نفر فروشنده بود و یک نفرم محافظ همون فروشنده نفر فروشنده نشریه ها رو زیر پیرنش مخفی میکرد و تک به تک به افرادی که میشناختیم میدادیم بعد از سی خورداد که اختناق به طور کامل حاکم شد دیگه فروش نشریه جواب نداشت به همین خاطر ما هم روش کارمون رو عوض کردیم و وارد فاز نظامی شدیم توی روزگاری که خیلی از جریان ها به علت نشناختن ماهیت خمینی یا هر علت دیگه ای به دنبال سیاسی بازی رفتن مجاهدین برعکس به علت شناختشون از ماهیت رژیم دنبال برپایی میلیشیا یعنی یک جنبش سازمان یافته حاضر به رزم برای آزادی رفتن اونم جلوی حیولایی مثل خمینی که حتی احزاب دستساز خودش رو هم تحمل نمیکنه حالا چطوری احزاب مخالفش رو تحمل کنه خب مجاهدین این رو فهمیده بودن برای همینم به جای تشکیل حزب رفتن سراغ تشکیل میلیشیا به عنوان هسته اولیه ارتش خلق توی عملم ثابت شد که فقط نیرویی که از اول کار میدونست به نبرد با چه هیولایی میره تونست دوم بیاره یه داستانی داشتیم اون روزا با همین آخوندا و توده اکثریتی ها و بعضی از این گروه های ما اویست. یه می گفتن که یه میگفتن که تضاد اصلی جامعه الان لیبرالان بیان بریم با این آخوندا متحد بشیم تا لیبرال رو کنار بزنیم متقابلا حرف اصلی سازمان چی بود؟ سازمان میگه ما انقلاب کردیم که به آزادی برسیم پس مسئله اصلی آزادیه که الان این ارتجا با سرکوب و اختناق و چماقداری مانع اون شده و قبل از هر چیزی ما باید این بلای سرکوب, سرکوب و چماقداری رو از سر این مردم دور بکنیم با تشخیص درست تضاد اصلی در اون زمان توسط سازمان ما هم تونستیم خط سیاسی درست رو پیدا کنیم در سخنرانی بردر مسعود و موسا خیابانی شهید من فرق بین اسلام انقلابی و اسلام ارتجایی و همچنین اسلام چپ ماکسیس رو فهمیدم و هرچی جلو می رفتیم تاچول های به اصطلاح زده امپریالیستی خمینی مل اون برایم روشن می شود. به نظر من میلیشیا درستترین پاسخ به تضاد اصلی اون دوران در جامعه بود که ارتجا بود خیلی جسارت و هوشیاری و شجاعت انقلابی میخواد که بیای تو خیابونهایی که تحت حاکمیت خمینی و پاسدارای جنایتکارش هست آگاهانه چریک نیمه وقت رو اعلام کنی و پای عواقب اون هم بیستی و اجراش بکنی حتی که حالا دیگه خیلی وقته که درستیش روشن شده نقش میلیشیا در فاز سیاسی و, و در تاریخ ایران بی جای گذینه. اون بچه ها شغل، تحصیلات و زندگیشون رو فدای مردم و آزادی ایران کردن مجسم کنید هزاران نفر از صبح تا شب در سطح جامعه در خیابونا در مدارس در دانشگاه ها در ادارات و در همه جا با صبر و بردباری مشغول آگاهی بخشی و افشای ارتجاع آخوندی بودند. همون بچه ها بزرگترین کار فرهنگی و افشاگری رو در تاریخ ایران که برادر مسعود اونو هدایت میکرد در عمق جامعه انجام دادن به نظر من تشکیل میلیشیا و ساختن اون نسل نسلی که سال 67 سی هزار نفرش به خاطر وفای به آرمان آزادی سربدار شدن و حاضر نشدن از موزشون کوتاه بیان بله ساختن این نسل یک شاهکار تو تاریخ ایران بود شاهکاری که انصافا تحت هدایت و آموزش مستقیم برادر مسعود است هر کس که بخواد آزادی های انسانی انقلابی و اسلامی رو محدود بکنه نه اسلام رو شناخته نه انسان رو و نه انقلاب رو آزادی ضرورت دوام انسان در مقام انسانی است و لا با حیوانات که فرقی نداره و لا مسئولیت و وظیفه ای نداره و الا دنیای انسانی به جهان حیوانی تنزل خواهد کرد بنابراین بله تاونش رو خواهیم پرداخت باز هم هر که در این باز مغرب تر است جام بلا بیشترش میدهد ما به بزن آزادی آمدیم نه به رزن آزادی به رزم اسلام و انگلاب اینطوری به قضیه نگاه کنیم که یک تعدادی جوان تمام فریبکاری های خمینی رو که تحت نام اسلام و زیر پرده دین از صبح سر چاره ها افشا می کردن علا رقم همه این جنایت ها اون بچه ها با سرسختی و پایداری از راه و آرمانشون برای آزادی مردمشون ثابت قدم بودن و به اون وفادار موندن سازمان کار ما تو میلیشیا به صورت تیمی و جمعی بود یک تیم قبراق و سرحال که همدیگه رو بسیار دوست داشتیم و سعی میکردیم برای همدیگه فداکاری کنیم و در این فداکاری از همدیگه سبقت بگیریم حالا جالب اینی که همین تیم دو سه هفته بنا به ضرورت ها ممکن بود دوام نیاره یعنی ما تو یک تیم دیگه بریم سازماندهی بشیم چون ضرورت هایی که ایجاب،, ایجاب, می کردش. ولی وقتی دوباره من با تعدادی دیگه از بچه ها هم تیم می شدم و به ممارزه ادامه میدادیم انگار صورت قضیه هیچ فرقی نمیکرد انگار همون تیم قبلیه با همون صمیمیت با همون اخت بودنی که با هم داشتیم دوباره این فعالیت اون ادامه میدادیم فکر می کنم آرمان مشترک و هدف مشترک باعث این همه صمیمیت و محبت بین همه ما میشد. واکنش مردم نسبت به فعالیت های ما در سطح جامعه و بین اقوام و نزدیکان متفاوت بود. بعضیا موافق بودند، تشویق می کردند، حمایت می کردند، کمک مالی می کردند، امکانات میدادند. خب ایده هم بودن که نگران ما بودند. و می گفتن خودتون رو تو دردسر نندازین این آخوندها رحم و مروت ندارن شماها رو میکشن اما موضوع اصلی خیانت آخوندها نسبت به سرنوشت مردم ایران بود که این ما نمیتونستیم از این بگذریم و به هر شکلی که بود جلوی این گفتیم باید بیستیم وقتی خبر شهادت بچه ها رو میشنیدم دوچار ترس میشدم فکر می کنم ترس ذاتی هر انسانه اما حضور در میدون مبارزه و پشت نکردن به مسئولیتی که رو دوشم بود از یک طرف و اون هدف و آرمانی که در سر داشتم از طرف دیگه باعث می شد به این ترسم غلبه بکنم خب راه پرپیچ و خم طولانی طی شد اما الان دیگه شکی نیست که کانونهای شورشی امتداد همون میلیشیا ها هستن و اصلا نمیشه این دوتا رو از هم دیگه جدا دونست همطور که تشکیل میلیشیا و ارتباط مستقیمش به ارتش و آزادی بخش روشنه حالا هم همین خطو که امتداد بدیم میرسیم به کانونای شورشی خب بیالت هم نیست که کانون شورشی یک تولد نو یک میلاد نو و مبارک در میان طوفان قیام های بی ایرانه یه پدیده اصیل انقلابی که ریشه های عمیق از میلیشیا تا ارتش آزادی بخش توی تاریخ و جامعه ایران داره از فردای انقلاب پنجاه هفت مجاهدین و در رستش بعد مسعود تنها نیروی انقلابی بودند که می خمینی به آزادی های اجتماعی و اه سیاسی اه متحد نیستش و نمیذاره این آزادی ها پایدار بمونن از همان روزهای اول هم مردم اکثر مردم فهمیدند که خمینی بهشون خیانت کرده و گروه ها و سازمان ها رو درو و نابود خواهد کرد به جای اینکه احزاب برن برای ایستادن جلو خمینی آماده بشن بعضیاشون رفتن با خمینی متحد شدن و این خیلی شرم‌آور بود فقط مجاهدین و متحدینش بودن که از همان ابتدا تلاش میکردن جلوی ارتجای آخوندها و خمینی صد ببندن بعد از سی خرداد، مجاهدین رفتن دنبال تشکیل هسته های مقاومت و بعدشم رفتن دنبال تشکیل ارتش خلق از همون زمان ملیشیا خطا و به طور خیلی کلی این روشن بود ما دنبال خط تشکیل حزب و حزب بازی برخلاف سایری نرفتیم که ارتش خلق تا بتونه از حقوق خلق دفاع کنه قطعا در سالیان آینده وقتی که تکلیف ما روشن شد و ثبت در جریده تاریخ شدیم در صده های آینده چه بسا آن وقت تاریخ سخن خواهد گفت از این مسیری که پشت سر و پیش رو داریم به نظر من همه این مسیر یعنی چه میلیشیا، چه ارتش آزادی بخش و چه کانون شورشی یک هدف رو پیش بردن. اون هم سرنگونی رژیم وحشی ولایت فقیه مگه میشه وقتی این همه عزم جزم توی تاریخ ایران بی انقطاع و مستمر در حرکت و تکاپو و تلاش وجود داشته باشه و آزادی ایران رو نشه مثل روز توی چشمنداز دید. ایران به دست همین کانونهای دلیر آزاد میشه. بله. آزادی مثل مشعل المپیک که دست به دست چرخیده از دست میلیشیا حالا به دست کانونهای شورشی رسیده و یک روزی بسیار نزدیک نورش همه ایران رو روشن خواهد کرد. مادر مسعود عزیز، ما کانونهای شورشی برای هر مأموریتی برای سرنگونی رژیم آخوندی آماده ایم مرگ بر خامنه ای درود بر رجبی حاضر 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 میلیشیا محصول تاریخی مبارزات قبلی مردم ایران بود شما به مجاهدان ستارخان و جنبش جنگل نگاه کنید اونها ریشه ارتش آزادی هستند از میلیشیا گرفته تا هسته های مقاومت از هسته های مقاومت تا ارتش آزادی بخش ملی راه طولانی و تاریخی طی کرده که حالا این راه با کانون های شورشی با شهرهای شورشی داره ادامه پیدا میکنه. با, هم سرخ با هم سرخ روزی که برای اولین بار رژه منظم میلیشیا متشکل از آهاد مختلف مردم با لباس متحد و تو خیابون طالقانی تهران برگزار شد بزرگترین افتخار زندگی من این بود که توی این رژه شرکت داشتم با اینکه تبلور اراده مردم که شعارش رو خودمون میدادیم به عینه میدیدم اما هنوز تشکیل ارتش خلق برام یک رویا بود تا اینکه بعد از ۳۵ سال مبارزه میلیشیایی و خونبار در رژه زرهی و عظیم و خیره کننده ارتش آزادی بخش در اشرف شرکت کردم اونجا احساس کردم که این رویا محقق شد و شکی ندارم که الان با فعالیت کانون های شورشی قهرمان در داخل خاک میهنمون که نوک ستون ارتش آزادی بخش هستند نهایتا راه ارتش آزادی بخش باز میشه و سرنگونی محتوم این رژیم قطعا محقق میشه